همراه هستیم با همکارم توماج تاهباز در تایوان. توماج، آقای پوتین فعلا سفر داره میکنه از کره، رفته به سمت ویتنام. چقدر مهم حضور ولادیمیر پوتین در ویتنام و چه پیامی داره به غرب میده؟ قطعاً یکی از مهمترین سفرهاش، هرچند سفر پوتین به کره شمالی به خاطر اون نماد سفری به خاطر اصطلاح نمادین بودن این سفر توجهات زیادی رو به خودش جلب کرد، اما خیلی ها معتقدن که در واقع سفر آقای پوتین به ویتنام چه از نظر عملی، حالا چه از نظر اقتصادی و تجاری، چه از نظر سیاسی بسیار مهمتره. چرا؟ چون ویتنام در این حال که از رفقای مسکو محسوب میشه، از رفقای تاریخی مسکو محسوب میشه، اما میدونیم که در طول سالهای گذشته به یکی از مهمترین شرکای ایالات متحده و متحدانش در منطقه جنوب شرق آسیا و به طور کلی دریای جنوب چین تبدیل شد. میزان مراودات و تعاملات و روابط اقتصادی و نظامی بین روسیه و ویتنام هم بسیار فراتر از کره شمالی است. صحبت از میلیاردها دلار در برابر میلیونها دلار. و خب روسیه همچنان میدونیم که مهمترین تامین کننده تسلیحات نظامی برای ویتنام بوده، هرچند تو 5 سال گذشته، یعنی در 5 سال قبل، به طور واضحی سفارش گذاری های ویتنام کاهش پیدا کرده. طبیعتا تو این 5 سال هم ما شاهد بودیم که ویتنام به مراتب بیش از گذشته نزدیک شده به آمریکا. سال گذشته هم اساسا ویتنام هیچ سفارش تسلیحاتی تازه‌ای رو برای روسیه ثبت نکرده، که البته بخش زیادیش در واقع ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های آمریکا و متحدانش، که خب بازم گفتم به هر حال هانوی خیلی هم ازشون دور نیست. در نتیجه احتمال داره پوتین و رهبران ویتنام راهی برای انتقال کالا، برای انتقال پول پیدا بکنن. یعنی یکی از اهداف این سفر آقای پوتین، اهداف مهم این سفر آقای پوتین، احتمالاً راهی خواهد بود برای دست کم بازگشت به این در واقع مراودات، به خصوص در بخش تسلیحاتی. پوتین در ویتنام با رهبران اصلی این کشور دیدار خواهد کرد، یعنی دبیر کل حزب کمونیست که میشه در واقع مهمترین رهبر، رهبر اصلی کشور، رئیس دولت یا رئیس جمهوری این کشور، نخست وزیر و همچنین رئیس شورای قانونگذاری. یه نکته مهم دیگه اینه که شاید حالا خیلی هم به چشم نیاد، اینه که حکومت ویتنام در طول ماهای گذشته درگیر لرزه‌های بسیار مهمی بوده به خاطر کارزار به اصطلاح موسوم به ضد فساد که دبیر کل حزب کمونیست، یعنی گوی فوچونگ، اون رو به راه انداخته، و این باعث شده که یک رئیس جمهور جدید هم در یک در واقع تغییر بسیار پر سر و صدا در حال حاضر روی کار بیاد. البته گوین فوچونگ ممکنه به خاطر بیماری در طول ساعت‌های گذشته خیلی با آقای پوتین مراوده ای نداشته باشه، اما این رئیس جمهور، این نفر بعدی در اون سلسله مراتب قدرت ویتنام، با میزبان آقای پوتین هست و احتمالاً بخش زیادی از گفتگوها رو هم ایشون انجام خواهد داد. یک مسئله مهم ده، ایشون قبلا وزیر امنیت عمومی کشور بودند و اساساً مشهوره که به روسیه و روس‌ها علاقه داره. در چه باید ببینیم که معاصل این در واقع دیدارها در ویتنام چه خواهد بود، آیا میتونن بازگردن به اون مراودات بسیار گسترده گذشته روسیه و ویتنام قبل از جنگ اوکراین. همکارم توماج تاهباز از تایوان، ممنونم.